با سلام دوباره بیننده های شریف نجیب مایکل روسی یک نفر است در تازه ترین اظهارات خود گفته که روسیه امروز اما شوروی زمان افغانستان نیست بازی نخورین در قسمت پوکروفس که قرار سقوط بکنه در روزهای آینده یا ارتشوه ای تو یک نظریه به وجود آمده هم در داخل اوکراین و هم در محافل بین المللی که با سقوط پاکروفز کل جبهه اوکراین فرو خواهد باشید پاکروفز بخموت دوم است خب گفتیم که مایکل روسی که گفت که روسی امروز شوروی دیروز دی نیست این آدم مدیر برنامه مطالعات بین الملل مدرس دانشگاه رادگرز در امریکا است ممکن است پوتین توافق نامی صلح دیگه پیشنهاد کنه اما با شرایط به مراتب سختتر از گذشته اگر در کارزار حمایت از اوکراین در, در مجمع اروپایی و امریکا یک تزلزل ایجاد شود شکنی بیاید یعنی بگویم که نمیتیم دیگه خب نمیشه خلاص با اوکراین در اوکراین یک انقلاب داخلی روی خواهد داد که در نتیجه ما شاهد فرار زلینسکی و سیریسکی به سمت مرز لهستان خواهیم بود ایره کی میگه؟ ایره مایکل روسی میگه بعدا میگه که روسیه امروز اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان دیروز نیست ارتش سرخ بعد از اشغال افغانستان به شدت این روند نزولی خود می پیمود ضعیف شد افغانستان بر اتحاد شوروی یک سرزمین خارجی بود یک سرزمین اسلامی بود بیگانه بود برش اما اوکراین چی؟ اوکراین بر روسیه ارزش عاطفی اخلاقی تاریخی و فرهنگی خاص خود داره نیمه بدنش است از نظر تاریخی و هویتی خوب یک جنگ برادرکشی بین دو حوزه است که دو کسان از هر دو طرف می جنگن و با افتخار هم می جنگن این میگه من روس این میگه اوکراین هم چیزای بسیار کونه و قدیمی بینشان است به ترتیب روسیه خطرت مثلا او قدر که غرب میخواد، قدرت روسیه ته نمی کشه که بگوی که او ولی شاید فرو بپاشن مثل دوره شوروی که شد نه نه تفاوت است بین روسیه امروز و اتحاد شوروی دیروز که ناگهان به سلام سیستم یعنی بیگانه با رقابت و قسم درجا زده بود سیستم اقتصادی افت کرد سقف افتاد فعال اقتصاد روسیه در حال رشد گسترش است وارد بازار آزاد است با موفقیت به اقتصاد دوران جنگ تبدیل شده اقتصاد جنگی پویا به وجود آمده و طرف مقابلش چی است کدام بسیج عمومی در اوکراین وجود نداره که اینا رو به چالش بکشه به دلیل است که روحیه در اوکراین بسیار پایان است بسیاری از سربازهایی که مثلا یک هفته پیش ناگهان در یک زمان نامناسب در یک مکان نامناسب اینا رو میارن بزور اونا رو در خیابان رو میرن میارن بزور در موترا تحویل جبهات ارتش میتن او چی کرده میتونن اونا با ارتش روسی جنگ کرده نمیتونن نمیگن دفتن یک ون استاد میشه نفرها رو پیاده میکنه حیران ماندن اون مردم هیچ وقت چونین آدم های علاقه و جنگ نمیداشته باشن رویه نسبت نمیتونن کشته شده و افتاده می داشته باشند دستاورده های ارزی اوکراین ای چه بسا که کند و کاملا معکوس است استاده است یا روسیه با آرامی و پیوسته و استفاده از استراتژی متفاوت به صلح زدن و پیشرفتن زدن و پیشرفتن در حال حرکت است نیروهای اوکراینی رو به حد سرکوب میکنه که زود خسته شوند این استراتژی است خسته شوه آماده باشه که با هر چیز موافقت بکنه این راز است که باعث یک قفل و کلید مخفی در وزارت جنگ روسیه نگهداری میشه روسیه دو سال پیش میره یک افسر بازنشسته ارتش بریتانیا به نام ژنرال سایمون مایال ای سایمون میگه از صبر استراتژی گپ میزنه میگه روسیه ممکن است فشار خودت در کورس کم بکنه تا نیروهای اوکراینی رو در جاهای دیگه نابود بکنه یعنی چی یعنی اوکراین مجبور شوه که دمی جایی که در آمده در کورس از دیگه جاها هم سربازا رو تخلیه بکنه اونجا رو خالی بکنه بیاره اینجا این ماشین دام از ماشین گوشت کورس که قرار درست بکنن مثل بخمود تمرکز نیروهای اوکراینی با تسلیحات غربی در کورس که شده اینا را از مناطق حساس تر مثل جبه دونباس بیخی منحرف کرده و همین خاطر است امروز در برنامه ما گفتیم به نقل زلینسکی که این حمله اشتباه بود آلکه اشتباه تی کامون از کمان جسته است پیامده منفی برای اوکراینیا ها بسیار زیاد خود بود به خاطر از ای اینا تجهیزات خارجی که برشان داده بودن زیادش رو وارد کورس کردن بدون از اینکه تاثیر واقعی داشته باشد یا روسا را متزلزل ساخته باشد در دونباس مثلا جبهه سوس شده باشه نه دیگه چی جتای جنگنده اف 16 که بر از اینا دادن یک ده پروا بال گفته شده که به سیستم های جنگ الکترونیکی ارتقا داده شده یعنی الکتریک الوار مثلا اون سیستم ها را به این جاسازی کردن که کمپنی لاکیت مار... مارتین از تجربه عملیاتی از او مثلا او کار میکنه منبع اطلاع رسانی و وارزون گفته است که نرم افزار بیروز شده برای سیستم های جنگ الکترونیکی به هدف حراست از خلبانان اوکراینی در محیط با پدافند هوایی متراکم در نظر گرفته شده خب اینا رو آماده میکنه زایران ای که شوه که کدام چانس پرواز داشته باشه نداشته باشه که اما او معلوم میشه که یک تیم خاص غربی او در حال فعال کردن است لیر جانسون از تحلیلگران سابق سیایی در کانال جاجنگ فریدام یک مصاحبه داشت با اندرو ناپولیتانو از خب بر جانسون گفته شد که توپخانه و سلاح امریکایی علیه روسیه استفاده میشه کارشناسان فنی امریکایی آتش باری میکنن سربازان روز کشته شده میره چرا؟ مجوز حمله را داده امریکایی ها برنامه ریزی هم کرده در کورس که اینا از نظر قانونی و اخلاقی یعنی تاوری اصلا به معنای حمله امریکا و روسیه هست دیگه تو چی میگید این باره؟ لیری جانسون میگه که بله یعنی شما فرض کنین که روسیه کارتلای مواد مخدر مکسیکو رو با موشک میان برد توبخانه و گلوله های مجهز بکنه در سرحد امریکا کارتلا حملات ایره مثلا در شهرهای تکساس آریزونا و نیو مکسیکو انجام بتن در اونجا امریکایی هم کشته شون در صورت ما یعنی امریکا او را اقدام جنگی روسیه حساب نمیکنیم کنیم که می یعنی اینی کاری است که ما آل در اوکراین کرده روان هستیم ایر لیر جانسون میگه میگه بس از با ای همه مزخرفات خود گل نزنیم که مثلا ما تماشاگران بیگنای هستیم که فقط به بطرا... طرف یک مرد بی خانمان اگر پول پرتاب کرده میرن بی خانمان منظور و ما فعالانه درگیر جنگ اوکراین شدیم از اوکراین به عنوان وسیله برای مبارزه لای روسیه استفاده میکنیم اینا روسا هر چیزی که از دستشان بیان انجام میدن حالا ما از, مرز عبور کردیم از مرز قرمز حالا که عبور کردیم باید منتظر پس دادنه به صلاح هزینه باشیم روسیه با ما هم رفتاری را میکنه که ما با روسیه انجام داده بله یک گیر است حالا امروز بازم گزارش بود که پوکروفسک یعنی در حقیقت آماده میشه به سقوط <تصفح> سقوط نکده اگر پوکروف سقوط کنه کل خط مقدم سقوط میکنه در س... نشه فورب... امریکا گفت که کیف انتظار عواقب وحشتناک حمله به کورسک داره چرا؟ به خاطر از روسیه از نیروی دفتا نیروی زخیره را در کورسک آورد برخلاف ماسبه اینا از جبهه دونباس قوات را بیرون نکرد از ذخیره وارد جنگ کرده محاسبه زلینسکی و را خراب کرده این گپ خراب کرده فوربس نوشته کرده که روسیه بیشتر نیروهای خود در جای حفظ کرد و در عوض بخش کورس کال تقویت کرده روان است یک یعنی ایزگاه رایوهان اصلا کلیدی در منطقه قرار داره آله کمتر از ده کیلومتر با شهر فاصله دارم هزاران نفرم تخلیه شده از پوکروفسک حمله به پوکروفسک و تورتسک بیشتر در شمال شرق حال شدت گرفته واشنگتن پوست گفته که این مسئله زلینسکی در مقابل یک درایی قرار داده چی میکنه؟ آیا باید به نقشه خود پایبند باشن خاک روسیه را به عنوان یک برگ برنده بتانن حفظ بکنن؟ کورسک منظور ماست یا عقب نشینی بکنه از شهرهای کلیدی تر دفاع بکنه کدامش یک افسر پلیس بازنشسته به نام رایسا ماکاروا افتاد ساله به واشنگتن پست گفته است که به نظر می که ما در اینجا جان خود از دست خواهیم داد چرا؟ میگه ما فکر میکنیم که روسا به پوکروفس نمیرسن ارتش ما از او دفاع میکنن ارتش اوکراین اعلام کرده که گرم گرمترین نقطه جنگ سال نورداد و چندین مکان در اطراف پوکروفسکو میر، میرنوگراد و سیونو نو قریه دیگه در جریان است پوکروفسک مرکز بسیار مهم دفاعی است میخایلو و کارشناس نظامی هشدار داده که اگر پوکروفس از دست رفت کل خط مقدم فرو خواهد ریخت